شکر بر نام خداوند. کتاب مکاشفه فصل دوم. قبل از اینکه کلام رو بخونم با هم دیگه چند لحظه دعا کنیم تا خداوند کلامش رو برکت بده. خداوند تو رو برای وجودت شکر میکنیم، برای دعاهایی که به حضور تو بلند شد، میدونیم باعث شادی قلب تو شد و لبخند بر چهره تو آورد. از قلب فرزندانت و از ایشان که تو رو با روح و راستی پرستش میکنند تو شاد و خوشنود هستی. سپاست میگیم برای کلیسای تو در روی زمین، همطور که خواهرم جانت گفتن، برای برادران و خواهران که در ایمان به ما بخشیدی خداوند، که گاهی اوقات حتی از برادر و خواهر تنی ما به ما نزدیکترن، تو رو شکر میکنیم. برای اینکه برای ما دل میسوزانن و میبینیم که به هم احتیاج داریم، واقعا سپاست میگیم. خداوند دعا میکنیم که امشب کلامت رو برکت بدی، قلب ما رو مبارک بسازی. مسح تو بر ما باشه خداوند. انسانیم ضعیف، در این ابعاد طول و عرض و ارتفاع و زمان اسیر، ولی تو نامحدودی و میخواییم با این زبان الکن، با این فکر محدود از تو صحبت کنیم، از شخصیت عجیب و زیبای تو. دعا میکنیم خداوند که خودت رو آشکار کنی. من رو مسح کن خداوند که آنچه که میگم خواسته قلب تو باشه و باعث خوشنودی تو، و فرزندانت رو مسح کنه خداوند تا فقط شنوندگان کلام تو نباشیم، بلکه همه ما شنونده و عمل کننده به کلام تو. در نام مبارک تو دعا میکنیم. آمین خداوند. هللویا. کتاب مکاشفه فصل دو. به فرشته کلیسای افسوس بنویس که این را میگوید او که هفت ستاره را به دست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلا میخرامد. میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد. آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی. صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نشدی. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. پس به خاطر بیار که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخستین را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش منتقل می کنم اگر توبه نکنی. لکن این را داری که اعمال نغولاویان را دشمن می داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه می گوید. هر که غالب آید، هر که پیروز شود، به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس یعنی بهشت خداست بخورد. این را او میگوید که هفت ستاره به دست راست و در میان هفت چراغدان طلا میخرامد. هفته گذشته در رابطه با اسرار کلام خدا صحبت کردیم. چه اسراری در کلام خدا نهفته است و دیدیم خدا در چه گنجی رو به روی ما باز کرده و چه چیزهایی به ما سپرده شده در این ظرف خاکی و گلی وجود ما که هر لحظه ممکنه بشکنه. هر لحظه، اینطور نیست؟ همونطور که جلسه قبل گفتیم، تصادف برای یه کسی که بیرون کلیساست و به عیسی مسیح ایمان نداره وجود داره، تصادف برای من هم وجود داره، مریضی برای او هست، برای من هم هست، شفا حتی برای او هست، برای من هم هست. کلام خدا میگه خدا آفتاب خود را بر بدان و نیکان میتاباند. بر بدان و نیکان، یعنی خدا میدونه اینها بدن، ولی آفتاب خودش رو بر اونها میتابانه و بر نیکان هم میتابانه. اسراری هست در کلام خدا که هفته گذشته روشون با هم فکر کردیم، و یکی از این اسرار همونطور که گفتیم سر کلیسا بود. کلیسا بدن مسیحه. من و شما اجزای بدن مسیحیم. یه برادری میگفت اگر مجسمه مسیح رو الان بسازن در روی زمین، باید مجسمه‌ای بسازن که دست نداره. میدونید چرا؟ کسی میدونه چرا؟ برای اینکه ما دستان او هستیم.
یک روزی خداوند ما بر روی این زمین قدم برداشت و با این دستان شفا داد، برکت داد، حیات رو به زندگی مردم آورد. امروز اون دست ها کجا رفته؟ مشغول کاره دیگه، تو آفیسا. امروز اون دستا کجا رفته؟ ما که بیل نمیزنیم. حالا اگر تو با کارگرا صحبت می‌کردیم میگفتیم داره بیل میزنه، کشاورزه. امروز اون دستا مشغوله. اون دستا وقت نداره که خودش رو به حضور خدا بلند کنه، بگه تقدیس کن، الان دارم از در میرم بیرون. من میدونم دستای تو الان نیست روی زمین که شفا بده، برکت بده. این دست داره میره. پس برکت بده این دست را. و این سر کلیساست و مسیح که میگه در میان هفت چراغدان ایستاده، که این هفت چراغدان همونطور که در جلسات گذشته گفتیم نشاندنده کلیسای مسیح هستند. در میان کلیسای خودش ایستاده و به کلیسای خودش میگه در هر وضعیتی که تو هستی من در کنار تو هستم، من در میان شما ایستادم، من شما رو فراموش نکردم. در هر وضعیتی که هستی تو فراموش نشدی، من در میان شما ایستادم، ولی زمان الان زمان مخصوصیه. و مسیح در فصل 2 و فصل 3 با هم میخونیم به هفت کلیسا که در آسیای صغیر بودن در اون زمان که ترکیه الان، هفت تا پیام میفرسته. این هفت تا رو میفرسته به هفت کلیسا. گفتیم هفت عدد چیه؟ عدد کمال. یعنی داره این پیام ها رو میفرسته به تمام کلیساها. این پیام رو به ما فرستاده. و توی آیه هفت گفتیم چی؟ چی میگه آیه هفت؟ یه نفر بخونه، من عینکم رو تا بزنم. چی میگه؟ آن که گوش دارد چند نفر اینجا گوش دارن؟ همه هم گوش داریم ها؟ پس نه فقط با کلیساها صحبت میکنه، نه فقط با کلیساهای آسیا یعنی ترکیه صحبت میکنه، با من و شما هم داره صحبت میکنه، داره با ما حرف میزنه. خیلی ها وقتی میخوان در رابطه با کلیسا درس بدن میرن تو رسالات پولس، میرن تو افسوسیان، ولی به این هفت نامه، به هفت کلیسا نگاه کنید، ببینید مسیح چی در مورد کلیسا درس داده، ببینید مسیح چی گفته به کلیسای خودش. پس با هم دقت میکنیم. اولین کلیسا، کلیسای افسوس. کلیسای افسوس کلیسایی بود که در اون شهر معبد دیانا ساخته شده بود. معبد دیانا، اونایی که با عجایب هفتگانه جهان آشنایی دارن، یکی از عجایب هفتگانه جهان بود. زیباترین معبدی که روی زمین ساخته شد و بعد از اون هرگز معبدی به اون زیبایی دیگه ساخته نشد. منتها دیانا به عقیده رومیان آن زمان خدای کره زمین بود. خدایی بود که زمین رو متولد کرد. و پرستش این خدا که خدای باروری بود، پرستش مخصوصی بود. فاحشه هایی در این معبد خدمت می کردن، زن و مرد. این فاحشه ها در اطراف بعد از ظهر توی شهر را می افتادن و هر کس رو که گیر می آوردن با خودشون می بردن به معبد برای پرستش. اونا اسمشو می ذاشتن پرستش. پرستش اونها چی بود؟ که روابط جنسی داشته باشن با اونهایی که خودشون رو کاهنین اون معبد می گفتن. این شهر شهر بسیار ثروتمندی بود. این شهر شهر بسیار، در اون زمان در ترکیه 225 هزار نفر جمعیت داشت. شهر بسیار شلوغی بود و بسیاری از یهودیان فرزندان خدا مهاجرت می‌کردند به این شهر. برای چی؟ نمی‌دونم ها. شما می‌تونید حدس بزنید برای چی می‌رفتن به این شهر فرزندان خدا؟ آره. معبد دیانا اونجا بود. و در این شهر پولس کلیسایی تأسیس می‌کنه. وقتی شما به کلام خدا اعمال رسولان نگاه میکنید، قوی ترین معلمین کلام خدا، پولس 3 سال، یوحنا به مدت بیش از 7 سال، تیموتائوس شاگرد نزدیک پولس، اکیلا و پرسکله، اپولوس، قوی ترین استادان کتاب مقدس در شهر افسوس درس میدادن. چرا فکر میکنید اینطور بود؟ وضعیت این شهر وضعیت خیلی سختی بود. ایماندار بودن توی همچین شهری زیاد راحت نبود. بعضیا همیشه به من میگن بعد رفتین توی ایران چه خبر بود؟ شما چطوری اونجا میتونستید ایمان خودتون رو حفظ کنید؟ نمیترسیدید؟ باور کنید ما از وقتی اومدیم تو آمریکا بیشتر ترسیدیم تا اون وقتی که تو ایران بودیم. برای اینکه جایی که جفا هست، جایی که شکنجه و درد هست، اتفاقا ایستادن خیلی راحت تره. تا اون جایی که گناه هست، تا اونجایی که رنگ هست، تا اونجایی که فحشا هست، تا اونجایی که مردم دنبال خوشی هستند و هیچ چیز براشون مهم نیست جز پول، جز شهوات و جز قدرت و مقام. این رو در علم پزشکی بهش میگن PMS دیگه، نه؟ درست میگم دکتر؟ Power, Money, Sex. PMS یه بیماریه دیگه، قدرت، مقام و شهوت.
که مردان رو پایین میکشه، فرق نمیکنه کدوم مردان رو، مردان خدا رو و مردان بی خدا رو. افسوس یک همچین شهری بود. معبد دیانا وارد افسوس میشدید روی دو تا تپه ساخته شده بود. اولین چیزی که شما از کیلومترها خارج افسوس میدیدید معبد دیانا، و اولین سوالی که میکردی وارد افسوس میشدید چی بود؟ اینجا چه خبره؟ این دیانا کیه و اینجا چه اتفاقی میفته؟ و برای شما به تفصیل توضیح میدادن. و حالا شما میری اونجا و یه خونه اجاره میکنی تو این شهر. چه وضعیتی به شما؟ توی اون شهر یک کلیسا هم بود. و حالا شهرهای دیگه رو میبینید. چرا مسیح به این هفت شهر نامه فرستاد؟ مسیح میتونست به شهرهای دیگه هم بفرسته. کلیسای کولوسی بزرگترین کلیسای ترکیه بود، کلیسای آسیای صغیر بود. مسیح به اونجا نامه نفرستاد، به این هفت کلیسا نامه فرستاد. و ببینید توی این نامه ها بهشون چی میگه. همونطور که خدمتتون گفتم، پولس به شهر افسوس وقتی نامه مینویسه، خودش اونجا استاد بود، تو به افسوسیان درس میده. وقتی داره از افسوسیان جدا میشه، چرا من بگم، ببینید خود پولس چی میگه وقتی داره از کلیسای افسوس جدا میشه. بریم با هم به کتاب کارهای رسولان یا اعمال رسولان فصل 20. اعمال رسولان فصل 20 رو نگاه کنید. من از آیه 17 خدمتتون میخونم. پولس اینطور میگه: به افسوس فرستاده، از میلیتوس به افسوس فرستاده که کشیشان کلیسای افسوس را بطلبید، چون میخوان باشون صحبت کنه. و چون به نزدش حاضر شدن ایشان را گفت: بر شما معلوم است که از روز اول که وارد آسیا شدم، چون هر وقت با شما به سر میبرم، چطور هر وقت با شما به سر میبردم که با کمال فروتنی و اشکهای بسیار و امتحانهایی که از مکاید یهود بر من عارض میشد، به خدمت خداوند مشغول میبودم توی همچین شهری، و چگونه چیزی را از آنچه برای شما مفید باشد دریغ نداشتم، بلکه آشکارا خانه به خانه شما را خبر میدادم و تعلیم میدادم، و به یهودیان و یونانیان نیز از توبه به سوی خدا و ایمان خداوند ما عیسی مسیح شهادت میدادم، و اینکه الان در روح بسته شده به اورشلیم میروم. یعنی روح القدس او رو گفته که برو به اورشلیم، و از آنچه در آنجا بر من واقع خواهد شد اطلاعی ندارم، جز اینکه روح القدس در هر شهر به من شهادت میده که برای تو بندها و زحمات مهیاست. شما اگه جای پولس بودید چیکار میکردید؟ بازنشست میشدید فوری دیگه؟ نه، رفتید یه کار دیگه انتخاب کرد. چون تو هر شهری که میرسید روح القدس بهش میگفت آماده باش، زندان آماده شده، بندها مهیاست، تو شکنجه خواهی شد. داشت و خادم خدا داشت میرفت به سمت اورشلیم، همینطور که روح القدس باش میگفت. حالا بعضی ایماندارم میگه بعد افشین ما میخوام بریم ایران. خدا رو شکر برای وجود. کجا میخوای بری؟ من میخوام برم اونجا کلیسا رو تعلیم بدم. کلیسای تهران به تو احتیاج نداره، کلیسای گرگان هست، برو اونجا تعلیم بده، 70 نفر اونجا منتظر تو هستن. دو هفته بعد دوباره میاد. میدونی چی بعد افشین؟ یکم فکر کردم، الان فکر نکنم موقعش باشه آدم. من که میدونستم، من میدونستم. اگه بعضی من میپرسیدم میگفتم الان موقعش هست یا نیست؟ کی موقعشه؟ کی موقعشه؟ روح القدس توی قلبم گذاشت که الان اگر بری اونجا ممکنه تو شکنجه و کشته بشی. روح القدس در قلب پولس هم همچی چیزی رو گذاشت. روح القدس به پولس هم همینو گفت. به من البته نگفت، من که اینجام بخواد که روح القدس من هر وقت بگه من میرم ایران. البته از این ادعام نمیکنم. شما منو میشناسید. من همیشه میگم خدایا اگر من یقه ما رو گرفتن، یه بار ما توی کلیسای بودیم، یه برادر آوردن گفتن که برای مسیح شهادت بده، ایشون اومدن ایستادن و گفتن آره ما رو دستگیر کردند، و بعد به من گفتن که اگر یک بار دیگه به نام مسیح تو موعظه بکنی ما تو رو میکشیم. خب طبیعتاً ایشون اینجا ایستاده بود دیگه، پس یه اتفاقی بعد افتاده باشه دیگه، احتمالاً موعظه نکرد، مگه نه الان اینجا نبود دیگه. چون گفتن اگه یه بار دیگه موعظه کنی در نام مسیح تو رو میکشیم. ایشون حالا سر ما رو گنده تو آمریکا ایستاد. بعد خودشون هم شهادت میدادن که من یکم فکر کردم، گفتم خدایا خانوادم یعنی دیگه نبینم، بچه هامو زنم و نه، باشه ما دیگه به نام مسیح شهادت. ببینید چقدر فرق کرده، نه الان این روزها خادمین چقدر فرق کرده. خود منم که الان میخندم یکی از نام دیگه ها، چون بعضی اینجا به ما هم میگن برادر یه وقت نکنه بکشنه تو این حرفا رو میزنی در رابطه با این ادیان، در رابطه با این چیزا. 18000 مال این بر تو آمریکا میترسن. اونا دارن تو ایران خدمت میکنن. ولی ببینید پولس میگه در هر شهر که میرفتم روح القدس به من میگفت که برای تو بند و زنجیر آماده است، ولی میرفت، نمیترسید. یه نفر میتونه حدس بزنه چرا؟ چجوری میشه اینطوری خدمت کرد؟ حدس بزنید. خوبه، ولی یکم عمیق‌تر فکر کنید چطوری میشه آدم اینطوری باشه؟ یعنی نمیخوام بگم دیگه تقلب نرسونم ها،
دیگه ها خوبه، اینا همه خوبه. یه ذره به خودتون فکر کنید. من چون به خودم فکر کردم تو خونه، داشتم پیروز نگاه میکردم اینو، گفتم خدایا چی جوری بود که اینطوری فکر میکرد. بعد یک دفعه یه چیزی برام باز شد. آره اینا همه خوبه، ولی دقت کنید. پس من تقلب برسونم. آره ببینید، اون چیزی که به فکر من رسیدن، نمیگم این جوابه، اون چیزی که به فکر من این نبود که پولس دلبستگی به چیزی نداشت. ببین میگم اون خادم اومد تو کلیسا ایستاد، گفت من زن و بچه‌هامو دیگه نبینم، دلش اونجا بود. ها من این مغازه رو فردا کی باز کنه حالا اگه من کشته بشم در نام مسیح؟ این تاکسی مردم وایستادن تو شهر، کی اینا رو برسونه اگه من الان کشته بشم؟ پس من مسیح رو انکار کنم. ها دل دیگه، این دل کجاست؟ این دل من کجاست؟ این دل من بسته شده به آتوسا و کیلا؟ ها این دل من بسته شده به آتوسا؟ الان آتوسا و کیلا اینجا نیستم، کیلا مریضه، وقت خبر فکر نکنید، ولی هر آن ممکنه دیگه. نه هر آن ممکنه مثلا به من خبر بدن که خدای ناکرده یه تصادف شد دیگه، ها آتوسا و کیلا دیگه نیستن. امکان نداره این اتفاق بیفته؟ چرا؟ برای شما ممکن نیست این اتفاق بیفته، ولی دل شما اونجاست. و دل ما بعضی موقع انقدر اونجاست که نه تنها خدمت ما رو در خداوند رو تحت تاثیر گذاشته، بلکه اگر یه همچین اتفاقی بیفته وجود ما از هم میپاشه، هیچی دیگه از ما باقی نمیمونه. و خدا امروز به ما میگه دلت رو کجا گذاشتی؟ به چی دلت رو بستی؟ همه اینها میرن عزیزان، بالاخره یک روز میرن. حالا ممکنه امروز برن، ممکنه 200 سال دیگه برن. توی سنوزه رفتیم، یک فیونرالی بود، مراسم تدفینی بود. این خانم بچه 12 سالش رو از دست داده بود. یک بار گفتم البته خدمتتون همون موقع که از سنوزه بسته بود برگشتم، رفتیم پیش این خواهر و خب ما رفتیم که دلداری بدیم. دیدیم این خواهر انقدر قویه در خداوند، چنان خدا به ایشون آرامش داد. اصلا بعضیا فکر کردن این بچه رو دوست نداشت تا وقتی که خودش شهادت داد. وقتی شهادت داد میدونی چی گفت؟ گفت وقتی برای این بچه این اتفاق افتاد میدونی من چی دعا کردم؟ گفتم خدایا تو رو شکر میکنم که 12 سال به من اجازه دادی از این امانت من نگهداری کنم. میبینید دید رو؟ حالا اگر یه جوره دیگه فکر میکرد هیچی الان ازش باقی نمونده بود. خداوندا تو رو شکر میکنم که 12 سال به من اجازه دادی از این امانت نگهداری. این دیده ها، این دید نسبت و دید صحیحه. اگر شما یک لحظه فکر کنید میبینید این دید خیلی دید صحیحیه و دید درستیه. و روح القدس به پولس میگفت مرگ منتظر توست و زنجیر منتظر توست، ولی پولس میرفت. حالا چرا رفتم اینجا نمیدونم چرا، من خواستم چیز دیگه بگم. جز اینکه روح القدس در هر شهر شهادت داده میگوید که بندها و زحمات مهیاست، لیکن این چیزها را به هیچ میشمارم، بلکه جان خود را هم عزیز نمیدارم تا دور خود را به خوشی به انجام برسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم که به بشارت فیض خدا شهادت دهم. و الحال این را می دانم که جمیع شما که در میان شما گشته به ملکوت خدا موعظه کردم دیگر روی مرا نخواهید دید. این نبیه ها. پس امروز از شما گواهی می طلبم که من از خون همه بری هستم. پولس میگه من دستم را از خون شما شستم، برای اینکه وقتی داره از این شهر میره بیرون میدونه بچه‌هاش رو داره کجا میذاره. برای همینم بعد از خودش قوی ترین خادمین رو به این شهر میفرسته، به این شهر عجیب.